سلام میسم درب شامپور هستم پیشا پیش شب یلداتون مبارک باشه شب یلدا یه سری رسم و قشنگ داره که مثلا یکیش اینه که پدر بزرگ مادر بزرگام از داستانهای کهن برامون تعریف میکنن که خب متاسفانه به خاطر شرایط موجود خیلیاشون رو از دست دادیم و این رو نمیتونن برامون بکنن اما خب میشینیم دور همدیگه آجیل و پسته و انار و هندونه و شیرینی و اینجور چیزا میخوریم که اونم فکر کنم خیلی سال دیگه به خاطر شرط اقتصادی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم خوبیش اینه که دور هم جمعیم دیگه یعنی همه جمع میشن دور هم دیگه که اونم امسال نمیتونیم این کار رو انجام بدیم یعنی <laughs> به خاطر شرط کرونا مجبوریم آنلاین با هم دیگه دور هم دیگه جمع بشیم از نظر منطقی هم حساب بکنی چیز درستیه و همه دنیا هم الان شما نگاه کنید کریسمس هم گفتن که دور هم جمع نشید تو کل دنیا و به صورت آنلاین با هم دیگه خوش بگذرونین به نظرم که چیز خوبیه ولی خب من یه سوالی برام پیش اومد که تو ایران چجوری میشه همچنین کاری انجام بشه با این سرعت اینترنت شما ببینید الان تو کشور دنیا مثلا چه سنگاپور با 198 مگ بر ثانیه سرعت اینترنت یا مثلا آمریکا و سوئد و سوئیس با 118 مگ بر ثانیه ایران دوازده و مگ یعنی شما فکر کن کل دنیا اینترنتشون یه جوون 20 ساله پشت یه میز لاکچری نشسته داره واسه خودش قشنگ توی اتاق بزرگ همه ارتباطات رو دیگه با یه کلید همه رو ارتباط میده بعد مال ایران مثلا یه پیرزن 90 ساله از چادر و بسته کمرش میگه بده بده اون عکس هندوانه فخری بیار بکن تو سش این بطول یه هفته است دارد زحمت میکشد اون هندوانه را درست کند ده اون ل... بو ور نبر اونا مال اونا نیست این مال اینور است اون پستر مواظب باش اون فیلم خوردن پستر با احتیاط و گرا از چرا اینا همه با همدیگه امشب دارن تماس تصویر برقرار میکنن من این دوانایی ندارم من یکی دو تا در نهایت بتونم ده ب... روز با هم دیگه ارتباط برقرار کنم کمر من جو مانده فقط من نمیدونم چرا این رئیس ما برگشت از گفت زبانی کنید پسریم زبانی نمیتونن اینا بکنن نهایت کاری که اینا بدانن بکنن این باشد که تو زبانی شما اینا را فیلتر نکنی من نمیدونم چرا اینقدر اینجا شلوغ فلوغ هست. همه با هم زنگ زدن آخه باز این فخر سادت یه یعنی عکس اومد تو گروه یه چیز نه تمام شد اینترنت واسه دیگه طبقه چیز دیگه نداشته اینجوری اینترنت ما ولی خب خدا رو شکر خوبیش اینه که همینجوری هم که شده با هم دیگه دور هم جمع میشیم حداقل خوبیش اینه که دیگه نیاز نیست بری چه میدونم آجیل و شیرینی و میوه و اینا بخری با این شرایط موجود اصلا نمیتونی بخری پیش و فامیل هم سرخ و سفید نمیشه همین پیش خانواده خودت لبو میشی بشینیم همین فال حافظ بگیریم دور هم دیگه کاری هم نداریم که ها فال حافظ میگیریم ببینیم آیندهمون چی میشه به هر حال که شالا بلندترین شب سال همینجوری اینترنتی به همتون خوش بگذره دم همتون گرم خیلی ممنونم از اینکه با من همراه بودید شب بخیر خدا نگهدار